نام کتاب سرشت جنسی انسان جلد چهارم. نویسندگان کریستوفر ریان و ساسیل دا جفا. مترجم آرمیتا کلالی. انتشارات نشر اینترنتی. راوی شاتیلی. ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی. تاریخ تولید 98. تعداد صفحات 100 صفحه. موضوع آداب و رسوم تاریخ. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. بخش چهار، بدنهایی در حرکت. رمز و راز عشق در روان انسان رشد می کند، اما همچنان راهنمایش بدن است. جاندان 1572 تا 1622. هر آدمی داستانی برای گفتن دارد، هر بدنی نیز داستان خودش را دارد، اما همانند هر داستانی از ما قبل تاریخ، داستان ما بر دو دسته از شواهد و مدارک استوار است: موقعیتی و مادی. در جلدهای قبل بخش قابل توجهی از مدارک موقعیتی را بررسی کردیم، اما در مورد شواهد و مدارک مادی مشکلی وجود دارد. برخلاف آن ترانه که میگوید آنچه بالا می رود بایستی پایین بیاید، متاسفانه برای باستانشناسان و مایی که بر یافته های آنها تکیه می کنیم، آنچه پایین می رود به ندرت دوباره بالا می آید. و حتی وقتی که چنین می شود نیز، جلوه های رفتار اجتماعی کهن بر تکه هایی از استخوان، سنگ چخماق، کوزه سفالی به سختی قابل ردیابی است. بماند که خود این تکه ها تنها نشانگر بخشی کوچک از چیزی است که زمانی وجود داشته است. در کنفرانسی که اخیراً برگزار شد، موضوع تحقیقات ما حین صرف صبحانه مطرح شد. پروفسوری که در میز کناری نشسته بود، حین گوش دادن به بحث ما پیرامون اینکه مشغول کاوش در رفتار جنسی انسان ما قبل تاریخ هستیم، به نشانه تمسخر پوزخندی زد و با حالتی فصیحانه گفت: چطور به کاوش در آن می پردازید؟ آیا صرفاً چشمتان را می بندید و شروع به خیال بافی می کنید؟ اگرچه یک فرد هرگز نباید با دهانی پر از بیسکویت شروع به ریشخند دیگران کند، اما این پروفسور منظوری داشت. گویا منظورش این بود که با توجه به اینکه ظاهراً رفتار اجتماعی انسان هیچ گونه بقایای فیزیکی از خود بر جای نمی گذارد، لزوماً هر نوع نظریه پردازی درباره آن حاوی کمی تا قسمتی خیال بافی است. دیرینه شناسی به نام استفن جی گولد یکی از اولین پوزخند زنان به مفهوم روانشناسی تکاملی بود و می پرسید: چطور می توان به طور دقیق و با جزئیات دانست که گروه های کوچک شکارچی گردآورنده 2 میلیون سال پیش در آفریقا چه می کردند؟ ریچارد پاتس، مدیر برنامه اسمیتسونین، در مورد خواستگاه انسان نیز با این نقطه نظر موافق است و هشدار می دهد که بازسازی بسیاری از خصیصه های رفتار انسان ابتدایی دشوار است، چرا که به قدر کافی شواهد و مدارک مادی برای این موضوع در دسترس نیست.
الگوهای جفتگیری و زبان نمونه های بارزی از این موضوع هستند. آنها هیچ ردپایی از خود بر روی یافته های فسیلی بر جای نمی گذارند. اما پس از آن او به شکلی نجواگونه اضافه می کند، از مطالعات انجام شده بر روی محیط های اجدادی یا بررسی جنبه های معینی از آناتومی و رفتار که از خود شواهد و مدارک مادی بر جای می گذارند، می توان به اطلاعاتی در مورد حیات اجتماعی نیاکانمان دست یافت. جنبه های معینی از آناتومی و رفتار که از خود شواهد و مدارک مادی بر جای می گذارند. پرسش اینجاست. آیا می توانیم با بررسی آناتومی انسان امروز به اطلاعاتی قابل اتکا در مورد جزئیات حیات اجتماعی اجدادمان حتی رفتار جنسی آنها دست یابیم؟ بله، می توانیم. فصل 15، مردی کمی بزرگ. نویسنده عبارت لیتل بیگ من را به شکل ایهامگونه استفاده کرده است. این عبارت علاوه بر معنای ظاهری نام یک قهرمان سرخ پوست و همینطور نام یک فلیم با همین عنوان است. در بدن هر موجود زنده داستانی پرتب و تاب از محیطی نهفته است که نیاکان آن موجود در آن تکامل یافتند. میزان موهای بدن او، چربی او و پرهای او خبر از درجه حرارت محیطی می دهند که نیاکان آن موجود در آن می زیستند. دندانها و دستگاه گوارش او حاوی اطلاعاتی در مورد رژیم غذایی اجدادیش است. چشمها، ساق پا و پاهای او نشان از این دارد که نیاکان کهن او چگونه در محیط به گشت و گذار می پرداختند. به همین شکل نسبت جثه نرها به ماده ها و همینطور اجزای دستگاه جنسی آنها حاوی اطلاعات فراوانی در مورد چند و چون تولید مثل آن گونه است. در حقیقت تزیینات جنسی نر نظیر دم طاووس یا یال در شیرها و همینطور اندامهای جنسی نر بهترین راه برای تمایز گذاری بین گونه های نسبتاً نزدیک به یکدیگر است. یک روانشناس تکاملی به نام جفری اف میلر تا آنجا پیش می رود که می گوید به نظر می رسد نوآوری های تکاملی بر روی جزئیات شکل آلت جنسی نر متمرکز بوده است. برای لحظه ای این دیدگاه آزارنده فرویدی را که می گوید حتی مادر طبیعت با آلت جنسی مذکر درگیر است کنار بگذارید و به این نکته دقت کنید که بدن ما بیشک حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد رفتار جنسی گونه ما طی هزاران سال گذشته است. در بدن ما سرنخهای رمزگونه وجود دارد که برای میلیون ها سال باقی مانده و امروز نیز در بدنهای هر یک از ما حضور دارد. بله، دقیقاً همینجا در بدنهای ما. بنابراین، به جای آنکه چشمان خود را ببندیم و خیال بافی کنیم، بیایید آنها را باز کنیم و شروع به آموختن زبان هیروگلیف بخش‌های جنسی بدن خود کنیم. ابتدا با دو شکلی بودن جثه نر و ماده آغاز می‌کنیم. این اصطلاح فنی صرفاً اشاره دارد به تفاوت بین میانگین جثه نرها و ماده های بالغ در هر گونه. برای مثال در میان میمون های انسان ریخت، جثه گوریل ها و اورانگوتان های نر حدوداً دو برابر جثه همتایان مادهشان است. در حالی که نرهای انسان، بونوبوها و شامپانزه ها تنها 10-20% بزرگتر و سنگین تر از همتایان مادهشان هستند و قامت نرها و ماده ها در گیبون ها با یکدیگر برابر است.
به طور کلی در میان پستانداران و به طور ویژه در میان نخستی ها دو شکلی بودن جثه با میزان رقابت بین نرها بر سر آمیزش با ماده ها در آن گونه هم بستگی دارد. در گونه هایی که الگوی آمیزش از نوع برنده همه اش را برمی دارد است، یعنی جایی که نرها با یکدیگر بر سر فرصت های محدود آمیزش رقابت می کنند، نرهای بزرگ جثه تر و قوی تر غالبا برنده می شوند و همه فرصت ها را از آن خود می کنند. به این طریق است که مثلا بزرگترین و شرورترین گوریل ها ژن‌های مرتبط با بزرگ جثه بودن و شرور بودن را به نسل بعد منتقل می کنند و به این ترتیب این روند منجر به تکامل گوریل های نر بزرگ جثه تر و شرورتر از قبل می شود. تا زمانی که در فرایند تکامل این جثه های افزایش یافته سرانجام با عامل دیگری که محدود کننده رشد است مواجه شوند. اما در سوی دیگر در گونه هایی که بین نرها بر سر دستیابی به ماده ها رقابت و نبرد محدودی وجود دارد، برای نرها دلایل زیستی کمتری جهت تکامل جثه های بزرگتر و قوی تر وجود دارد. از این رو این ویژگی ها عمدتاً در نرهای آن گونه به چشم نمی خورد. به همین دلیل است که مثلا در گیبون ها که از نظر جنسی تک همسر هستند، نرها و ماده ها از نظر جثه عملاً یکسان هستند. با نگاه انداختن به دو شکلی بودن خفیف انسان در جثه، با تخمین بالایی می توان گفت که در چند میلیون سال گذشته نرهای انسان نبرد چندانی با یکدیگر بر سر دستیابی به ماده ها نداشتند. همانطور که در بالا گفته شد، بدن مردان در انسان به طور میانگین تنها 10-20% بزرگتر و سنگین تر از زنان است. نسبتی که به نظر می رسد دست کم در چندین میلیون سال اخیر تقریبا ثابت بوده است. اوفن لاوجوی از مدت‌ها پیش عنوان کرده است که این نسبت شاهدی بر کهن بودن تک همسری در انسان است. در مقاله‌ای که او در سال 1981 در نشریه ساینس منتشر کرده است، استدلال می‌کند که هم رشد شتابناک مغز نیاکان ما و هم به کارگیری ابزار توسط ایشان نتیجه وجود یک نظام پیشتر ثبات یافته از مناسبات انسانی است. از نظر او مشخصات این نظام روابط اجتماعی و مراقبت والدینی شدید، جفت شدن به شکل تک همسر، رفتار جنسی تولید مثلی ویژه و راه رفتن بر روی دو پا است. بنابراین لاوجوی استدلال می کند که سرآغاز پیدایش خانواده هسته‌ای و رفتار جنسی انسان می‌تواند بسیار پیشتر از آغاز دوران پلیستوسن باشد. در حقیقت او نتیجه می‌گیرد که رفتار جنسی و تولید مثلی منحصر به فرد انسان می‌تواند با پیدایش او یکی و همزمان باشد. تقریباً 3 دهه پس از آن لاوجوی همچنان همان استدلال را در چاپ‌های بعدی کتابش تکرار می‌کند. او مجدداً در مجله ساینس عنوان کرده است که بررسی بقایای اسکلتی و دندان‌های آردیپیتکوس رامیدوس که مربوط به 4.4 میلیون سال پیش است، این دیدگاه را تقویت می‌کند که جفت شدن به شکل زوج ویژگی تعریف کننده انسان است که حتی پیش از قشر مغز بزرگ و منحصر به فرد ما ظاهر شده است. همانند بسیاری از نظریه پردازان، متریدلی نیز با دیدگاه مبتنی بر کهن بودن تک همسری در گونه انسان موافق است و می نویسد روابط زوجی طولانی مدت هر انسان را برای بخش اعظم عمر تولید مثلیش به جفتش مقید می کرده است. اما 4 میلیون سال تک همسر بودن مدت مدیدی محسوب می شود. آیا نباید تا به امروز
این مقید شدن کمی موفق تر و کم لغزش تر می شد. بدون دسترسی به داده های اسکلتی که ما امروز در مورد دو شکلی بودن جثه بدن در اختیار داریم، داروین تخمین زده بود که انسان های اولیه احتمالاً در نظام حرمسرایی زندگی می کردند، اما ما امروز می دانیم که اگر حدس داروین درست بود، آنگاه مردان معاصر بایستی جثه‌ای حدوداً دو برابر زنان می داشتند. و همانطور که در بخش بعد نشان خواهیم داد، اگر گذشته انسان به مانند گوریل ها حرمسرایی می بود، آنگاه سایز آلت جنسی نر انسان بایستی به طور ناراحت کننده‌ای کوچکتر می بود. همچنان عده‌ای هستند که بی توجه به نبود شواهد و مدارک کافی بر این نکته پافشاری می کنند که طبیعت نر انسان ساختن حرم سراهای چند همسری است. برای مثال آلن اسمیلر و ساتوشی کانازوا عنوان می کنند که ما می دانیم که انسان طی بخش اعظم تاریخ چند همسر بوده است، زیرا مردان از زنان قد بلندتر هستند. این نویسندگان از این هم جلوتر می روند و نتیجه می گیرند از آنجایی که مردان در انسان 10% بلند قدتر و 20% سنگین تر از زنان هستند، این نشان می دهد که طی تاریخ انسان ها چند همسر خفیف بودند. تحلیل آنان این حقیقت را نادیده می گیرد که تا پیش از دوران کشاورزی دامپروری، شرایط فرهنگی لازم که طی آن برخی از مردان بتوانند با انباشت قدرت سیاسی و ثروت چند همسر اختیار کنند و از عهده آنها و فرزندانشان برایند وجود نداشته است. در ثانی، بلند قدتر بودن و سنگین تر بودن نسبی مردان در مقایسه با زنان نشان دهنده رقابت کاهش یافته بین مردان است و نه لزوماً چند همسری خفیف. از اینها که بگذریم، در عموزاده های از نظر جنسی آزاد و بی انحصار ما، یعنی شامپانزه ها و بونوبوها نیز دقیقاً نسبت جثه نر به ماده همین است. و این در حالی است که آنها بدون هیچ گونه شرم از تعداد بیشمار روابط جنسی با هر تعداد شریک جنسی که بتوانند گرد هم آورند لذت میبرند. هیچ کس نمیگوید که 10 تا 20% تفاوت نر به ماده در جثه های شامپانزه و بونوبوها سندی برای چند همسری خفیف است. وقتی معلوم می شود که این مشخصه جسمانی یکسان دو شکلی خفیف در شامپانزه ها و بونوبوها به میزان بیبند و باری جنسی آنها ربط داده می شود، اما در انسان ها نشانه چند همسری خفیف یا تک همسری در نظر گرفته می شود. صرفاً نشان می دهد که روایت مرسوم تا چه اندازه سست و متزلزل است. به دلایل مختلف بعید است که گونه ما در گذشته ما قبل تاریخ تحت الگوی حرمسرایی زندگی می کرده است. علی رغم وجود افراد مشهوری که اشتهای جنسی فراوانی داشتند، نظیر اسماعیل تشنه به خون، چنگیز خان، بیریقام جوان و ویلت چمبرلین، ویژگی‌های بدنی ما استدلال قوی علیه نظام حرمسرایی به شمار می‌رود. وجود حرمسرا از تشنگی عمومی جنس نر انسان برای تجربه تنوع جنسی نتیجه می‌شود و وجودش گواهی است بر تغییرات اجتماعی به وجود آمده. پس از پساکشاورزی دامپروری، نظیر تمرکز قدرت در دست تعداد اندکی مرد، همراه با کاهش شدید در خودمختاری زنان. در واقع ظهور حرمسراها از مشخصه های جوامعی نظامی و شدیداً سلسله مراتبی از نوع کشاورزی دامپروری و دهقانی است که ساختار جامعه معطوف به افزایش سریع جمعیت، گسترش قلمرو و انباشت ثروت است. وجود حرمسراهای اجباری هرگز در هیچ یک از جوامع خوراکجوی بی انبار گزارش نشده است.
اگرچه حرکت گونه ما به سمت دو شکلی خفیف در جسه بدن قویاً نشان می دهد که از میلیون ها سال پیش نرها جایگزینی برای جنگ بر سر فرصت های آمیزش یافته بودند، اما این به خودی خود نشان نمی دهد که این جایگزینه چه بوده است. بسیاری از نظریه پردازان این تغییر را به عنوان تأییدی برگزار از چند همسری به تک همسری تفسیر کردند. اما این نتیجه گیری نیازمند آن است که امکان جفت شدن چند نر با چند ماده را از گزینه های پیش روی نیاکانمان کنار گذاشته باشیم. بله، نظام آمیزشی یک مرد یک زن رقابت را بین مردان کاهش می دهد. چرا که خزانه ای از زنان تنها در سلطه تعداد اندکی از مردان نیست. و مردان کمتر مطلوب نیز به زنان بیشتری دست پیدا می کنند. اما یک نظام آمیزشی که در آن هم زنان و هم مردان عموماً امکان روابط جنسی متعدد باشند، نیز قادر است. اگر نه بهتر است از نظام تکمسری دست کم به اندازه آن نظام از رقابت بین نرها بر سر جفت شدن با ماده ها بکاهد. و با توجه به اینکه هر دو گونه‌ای که از همه به ما نزدیکتر هستند دارای نظام آمیزشی چند نر چند ماده هستند، به نظر می رسد این موضوع بسیار محتمل تر از صرفاً یک سناریوی فرضی باشد. هر دو نخستی که از همه به ما نزدیکترند از نظر دو شکل جنسی دقیقاً شبیه به ما هستند. چرا دانشمندان برای در نظر گرفتن معنای این نکته تعلل می کنند؟ آیا می تواند دلیلش این باشد که هیچ یک از این دو گونه تکمسر نیستند؟ ظاهراً تنها دو تفسیر پذیرفتنی برای این تغییر در دو شکلی گونه انسان وجود دارد. 1. این موضوع نشان می دهد که نظام جفتی انسان از دیرباز به شکل تک همسر هسته‌ای خانواده‌ای به جنسی بوده است. اگر اینطور است، پس چرا زنان و مردان در انسان همانند گیبون‌ها از نظر جسه برابر نیستند؟ 2. این موضوع نشان می دهد که انسان به طور طبیعی چند همسر است، اما آموخته که این تکانه ها را به شکلی نسبتاً موفق کنترل کند. اگر اینطور است، پس چرا در انسان ها همانند گوریل ها جسته مردان دو برابر جسته زنان نیست؟ به پیش فرض مشترکی که در هر دو تفسیر وجود دارد دقت کنید. بیمیلی جنسی زنان. در هر دو سناریو نجابت زنان دست نخورده باقی مانده است و در تفسیر دوم تنها وفاداری جنسی نر مورد شک است. هنگامی که سه میمون انسان ریختی که از همه به هم نزدیک ترند حائز درجه یکسانی از دو شکلی بدن هستند، آیا نباید پیش از آنکه به نتیجه گیری های غیر واقع بینانه اما از نظر روانی راضی کننده خود چنگ اندازیم، حداقل این احتمال را در نظر بگیریم که بدن ایشان بیانگر وجود برخی سازگاری های یکسان در این سگونه است. زمان آن رسیده است که بحث را به زیر شکم بکشانیم. هیچ موردی به اندازه رنگ روشن باسن و بخش های مجاور آن در برخی میمون ها برای من جالب و گیج کننده نبوده است. چارلز داروین. به نظر می رسد که در گونه انسان طی چند میلیون سال گذشته مردان با یکدیگر بر سر دست یابی به جفت جنگ و جدال چندانی نداشتند. البته تا پیش از دوران کشاورزی دامپروری. اما این به آن معنا نیست که داروین در مورد وجود رقابت جنسی بین نرها و نقش اساسیش در تکامل انسان اشتباه می کرد. حتی در میان بونوبوها که تعارض آشکار بر سر آمیزش جنسی تقریباً به طور کامل غایب است نیز انتخاب داروینی اتفاق می افتد. اما این فرایند در لایه ای اتفاق می افتد که
حتی شاید خود داروین نیز آن را در نظر نگرفته بود. یا جرأت اظهار عمومیش را نداشت. بگذاریم. ماجرا از این قرار است که به جای آنکه بونوبوهای نر با یکدیگر رقابت کنند تا ببینند کدام یک شانس آمیزش به دست می آورد، همه آنها شانس می آورند و آمیزش می کنند. و آنگاه است که اسپرم‌های آنها فرصت می یابند تا با یکدیگر به رقابت و نبرد بپردازند. آچ ویند بینگ که در دهه 1930 بر روی گوپی‌ها کار می کرد، زیر نویس، گوپی نوعی ماهی که ماهی رنگین کمانی نیز معروف است. ادامه. اصطلاح رقابت اسپرمی را ابداع کرد و جفری پارکر که به مطالعه بر روی سرگین مگسان زرد مشغول بود، بعدها این مفهوم را دقیق تر کرد. ایده رقابت اسپرمی بسیار ساده و روشن است. اگر اسپرم بیش از یک نر در مجرای تولید مثلی یک ماده در حال تخمک گذاری ریخته شده باشد، آنگاه اسپرم این نرها بر سر بارورسازی تخمک به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. در گونه‌هایی که درگیر رقابت اسپرمی هستند، ماده‌ها غالباً مجهز به ترفندهای مختلف برای تبلیغ باروریشان هستند و به این طریق نرهای بیشتری را به سمت خود می کشنند. اقدامات آنها از سر و صداهای برانگیزاننده جنسی تا بوهای معطر یا متورم شدن اندامهای جنسی متغیر است که گویا باعث می شود ماتیک شرکتهای آرایشی مختلف نیز عمدتاً قرمز انتخاب شوند. این فرایند چیزی شبیه به یک لاتاری است که طی آن نرهایی که بیش از همه بلیت بخت آزمایی دارند، بیش از دیگران بخت پیروزی دارند. ظرفیت عظیم شامپانزه و بونوبوها برای تولید اسپرم نیز به همین دلیل است. همچنین این فرایند شبیه به یک مسابقه دو با مانع نیز هست، چرا که بدن جنس ماده انواع مختلفی از حلقه ها برای عبور اسپرم ها از میانشان و خندق ها برای ممانعت از شنای اسپرم ها به سمت تخمک ایجاد می کند. تا به این طریق اسپرم های بی ارزش را از دور رقابت خارج کند. ما برخی از این موانع را در فصل های بعد بررسی خواهیم کرد. برخی پژوهشگران عنوان می کنند که این رقابت بیشتر شبیه به بازی راگبی است که اسپرم‌های نرهای مختلف تیم‌هایی را با راهبندان‌های ویژه، دوندگان و از این قبیل تقسیم کارها تشکیل می‌دهند. در مجموع باید بدانید که رقابت اسپرمی به شکل‌های بسیار مختلفی رخ می‌دهد. اگرچه ممکن است داروین آنطور که خود گفته بود توسط این ایده سردرگم شده باشد، اما در حقیقت رقابت اسپرمی از نظریه او پیرامون انتخاب جنسی و دلیل اصلی رقابت بین نرها دفاع می کند. چرا که پاداش نر پیروز در رقابت اسپرمی این است که می تواند تخمک ماده مذکور را بارور کند. اما این نبرد در سطح سلولی اتفاق می افتد. یعنی بین سلولهای اسپرم نرهای مختلف و محل این نبرد مجرای تولید مثلی ماده است. نرهای گونه هایی از میمون های انسان ریخت که در گروه های اجتماعی چند نره زندگی می کنند، نظیر شامپانزه ها، بونوبو ها و انسان ها بیزه های بزرگتری دارند و کیسه بیزهشان بیرون از بدن قرار دارد. دیرتر از ماده ها بالغ می شوند و در مقایسه با نخستی هایی که در آنها ماده ها در هر دوره معمولاً تنها با یک نر جفت می شوند، نظیر گوریل ها، گیبون ها و اورانگوتان، در هر بار انزال حجم بیشتری از منی که حاوی تراکم بیشتری از سلول های اسپرم نیز هست تولید می کنند. و که می داند؟ شاید داروین می توانست این فرایند را تشخیص دهد اگر در مورد مسائل جنسی زنان اندکی کمتر تحت آموزه‌های ویکتوریایی قرار داشت.
سارا هاردی عنوان می‌کند که این پیش‌فرض داروین که زنان تا رسیدن به بهترین نر دست به آموزش نمی‌زنند بود که باعث می‌شد از متورم شدن اندام جنسی میمون‌های مذکور دچار سردرگمی شود. هاردی به هیچ وجه ایده داروین مبنی بر خجالتی بودن و عفیف بودن جنس زن را نمی‌پذیرد. و میگوید اگرچه این موضوع در مورد بسیاری از حیوانات صادق است، اما چند صد سال است که استفاده از لقب خجالتی و عفیف در مورد رفتار مشاهده شده جنس ماده میمونها و میمونهای انسان ریش در میانه چرخه قاعدگی مورد چالش قرار نگرفته است و امروز نیز همینطور. احتمالاً این داروین بوده است که در نوشتن از مسائل جنسی جنس مؤنث انسان اندکی خجالتی بوده است. این مرد بینوا پیش از آن نیز به زعم دیگران به خدا توهین کرده بود و اکثر افراد از جمله همسر دوست داشتنی و پرهیزکارش به این موضوع پی برده بودند. حتی اگر به ذهن داروین چیزی شبیه به رقابت اسپرمی و نقشش در تکامل انسان خطور کرده باشد، به سختی میتوان از داروین انتظار داشت که زن ویکتوریایی فرشته خوی آن دوران را از جایگاهش پایین بکشد. برای نظریه داروین همین به قدر کافی دردسرساز بود که جریان تکامل زنان را شبیه به نوعی تن فروشی برای دستیابی به گوشت، ثروت و منابع نر و سایر چیزها توصیف کرده بود. عنوان کردن اینکه ماده های اجدادی زنانی بی قید و بدون هیچ گونه احساس شرم بوده اند که با لذت‌های شهوانی تحریک می شده اند، دیگر خیلی فراتر از خط قرمزهای آن دوران به حساب می آمد. با این همه، با وجود این که او چه چیزهای مهمی را نمی دانست و نمی توانست بداند، داروین خاطر نشان می کند که از آنجایی که این بخش ها در یک جنس ماده در مقایسه با جنس دیگر یعنی نر، رنگ‌های روشن‌تری دارد و از آنجایی که این نقاط حین فصل معاشقه درخشنده‌تر می‌شوند، من نتیجه گرفتم که این رنگ‌ها در راستای ایجاد جذابیت جنسی تکامل یافتند. من به خوبی آگاه بودم که با این حرف خود را مورد مضحکه دیگران قرار داده‌ام. شاید داروین فهمیده بود که تورم قرمز رنگ اندام جنسی در برخی نخستی‌های ماده در خدمت تحریک لیبیدوی نر است و لزوماً با نظریه انتخاب جنسی او مطابقت ندارد. حتی شواهد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد شاید داروین دلایلی برای اندیشیدن به وجود رقابت اسپرمی در انسان در اختیار داشته است. در نامه ای از بوتان، جایی که او مشغول جمع آوری گیاهان بود، دوست قدیمیش جوزف هوکر در مورد انسانهای چند شوهری که با آنها برخورد کرده بود صحبت می کند. جایی که یک زن به طور قانونی ممکن است 10 شوهر داشته باشد. زیرنویس: بوتان کشوری در ارتفاعات هیمالیا که بین کشورهای چین و هند و در شرق نپال قرار دارد. ادامه: دو شکلی خفیف در جسه بدن تنها سرنخ آناتومیک از وجود روابط جنسی آزاد و غیر انحصاری در گونه ما نیست. با اندازه گیری نسبت حجم بیضه به حجم کلی توده بدن نیز می توان به سنجش میزان رقابت اسپرمی در هر گونه دلخواه پرداخت. جیر دایاموند نظریه اندازه بیضه را یکی از دستاوردهای بی همتای انسان شناسی بدنی مدرن می داند. همانند اکثر ایده های درخشان، نظریه اندازه بیضه نیز بسیار ساده و سرراست است. گونه هایی که بیشتر آمیزش می کنند در مقایسه با سایر گونه ها نیاز به بیضه هایی بزرگ دارند و نرهای گونه هایی که در آنها به طور معمول چندین نر
با یک ماده در حال تخمک گذاری جفت گیری می کنند، به بیزه هایی حتی از آن هم بزرگتر نیاز دارند. اگر یک گونه دارای بیزه های بزرگ باشد، شما می توانید شرط ببندید که نرهای آن گونه با ماده هایی که در اطرافشان می خوابند به طور مکرر آمیزش می کنند. اما در گونه هایی که ماده آمیزش را برای آن مرد راستین ذخیره و حفظ می کنند، بیزه های نر نسبت به حجم کلی توده بدنش سهم کوچکی دارد. وجود همبستگی بین ماده های حشری و نرهای بیزه بزرگ ظاهراً نه تنها در مورد انسان ها و سایر نخستی ها صادق است، بلکه برای بسیاری از پستانداران نیز صادق است و همینطور برای پرندگان، پروانه ها، خزندگان و ماهی ها. در مدل جفتگیری گوریل ها که از نوع برنده همه را برمی دارد است، نرها با یکدیگر رقابت می کنند تا معلوم شود که چه کسی همه موقعیت های آمیزش را از آن خود می کند. به این ترتیب اگرچه یک گوریل پشت نقره‌ای بالغ حدوداً 180 کیلو وزن دارد، اما آلتش در کشیده ترین حالت تنها حدود 2.5 سانت طول دارد و بیزه هایش به اندازه لوبیا چیتی است، به شکلی که حتی پیدا کردن آنها دشوار است، چرا که آنها برای ایمنی کامل در داخل بدن این گوریل ها پنهان می شوند. این در حالی است که یک بونوبوی 90 کیلویی دارای آلتی 3 برابر درازتر از آلت گوریل و بیزه هایی به اندازه تخم مرغ است، بسیار بزرگ، از نوع AAA. در بونوبوها از آنجایی که به هر کس قدری فرصت آمیزش می رسد، رقابت بین نرها در سطح سلول های اسپرم رخ می دهد و نه در سطح فردی. در این حالت هم اگرچه تقریبا همه بونوبوها آمیزش جنسی می کنند، با توجه به واقعیت زیستی تولید مثل جنسی، هر بونوبوی به دنیا آمده همچنان تنها یک پدر زیستی دارد. بنابراین بازی همچنان همان بازی است. انتقال ژن‌های فرد به نسل بعد، اما زمین بازی متفاوت است. در نظام‌های چند همسر هرمسرایی، نظیر نظام جفتی گوریل‌ها، نرها پیش از اینکه هر گونه آمیزش جنسی رخ دهد، با یکدیگر به نبرد می‌پردازد. اما در گونه‌هایی با رقابت اسپرمی، سلول‌ها در داخل بدن ماده با یکدیگر می‌جنگند و نرها نیازی به جنگیدن در بیرون ندارند. در عوض نرها می‌توانند در کنار یکدیگر با آرامش سر کنند و به این شکل گروه‌هایی با اندازه بزرگتر امکان وجود می‌یابد. همکاری افزایش می‌یابد و از ایجاد اختلال در پویایی اجتماعی خودداری می‌شود. به این شکل می توان توضیح داد که چرا هیچ یک از نخستی هایی که در گروه های اجتماعی چند نره زندگی می کنند، تک همسر نیستند. صرفاً به این دلیل که آن نظام جواب نمی دهد. مثل همیشه انتخاب طبیعی به سمت اندام ها و سیستم های مرتبط نشانه می رود. طی نسل ها در گوریل های نر، ماهیچه های قابل توجه برای نبرد های تولید مثلی تکامل یافته است. در حالی که اندام های جنسی نسبتاً کم اهمیت تر آنها رفته رفته کوچکتر شده اند و به حد اقل اندازه مورد نیاز برای بارورسازی های بدون رقیب رسیده است. در مقابل در نرهای شامپانزه ها، بونوبوها و انسان ها نیاز کمتری به داشتن ماهیچه های بسیار بزرگ برای جنگیدن وجود داشته و در عوض در آنها بیزه های قوی تر تکامل یافته است و در مورد نرهای انسان ها آلتی بسیار جالب توجه. تقریبا می توانیم صدای برخی از خوانندگان را بشنویم که می گویند اما بیزه های من که به اندازه تخم مرغ نیستند. بله، آنها به این اندازه نیستند، اما حدس می‌زنیم به اندازه لوبیا چیتی هایی که درون شکمتان پنهان شده باشند نیز نیستند. انسان ها از نظر نسبت حجم بیزه
به حجم کلی بدن در موقعیتی بین گوریل‌ها و بونوبوها قرار دارند. آنهایی که استدلال می‌کنند که گونه ما برای میلیون‌ها سال از نظر جنسی تک همسر بوده است، به این اشاره می‌کنند که بیضه‌های انسان از بونوبوها و شامپانزه‌ها کوچکتر است. در حالی که آنهایی که روایت مرسوم را به چالش می‌گیرند، برای مثال ما، یادآور می‌شوند که بیضه انسان بسیار بزرگتر از چیزی است که در گوریل‌های چند همسر یا گیبون‌های تک همسر به چشم می‌خورد. حال باید ببینیم آیا کیسه بیضه انسان در نیمه پر لیوان قرار دارد یا نیمه خالی. کوچک، هم شامپانزه ها و هم بونوبوها از نظر جنسی بسیار آزادتر و غیر انحصاری تر از ما هستند. بیضه های ما در مقایسه با نارگیل های میمون های انسان ریخت خیشاوندان من صرفاً در حد نخود هستند. فرانس دیوال. متوسط، شواهد قانع کننده در مورد اینکه ماده ها طی تاریخ انتخاب جنسی به طور چند شوهر جفت می شده اند را می توان در نر انسان مشاهده کرد. شاید روشن‌ترین شاهد اندازه بیضه باشد. نسبت بیضه ها به جثه در جنس نر گونه انسان در مقایسه با جنس نر گوریل به طرز قابل توجهی بزرگتر است. مارگو ویلسون و مارتین دالی. بزرگ، به طور قطع انسان در بین نخستی ها در محدوده بزرگترین بیضه ها قرار دارند و از این نظر بیشتر نزدیک به شامپانزه ها هستند تا گوریل ها. این نشان می دهد که ما برای مدت ها به همان اندازه رقابت در سطح فردی درگیر رقابت در سطح اسپرم ها بوده ایم. دیوید باراش و جودیت لپتون. همانطور که می‌بینید، اختلاف نظری اساسی در مورد اندازه بیضه های نر وجود دارد. باید دید ما در حال صحبت از چه هستیم، بادام زمینی یا گردو، توپ پینگ پونگ یا بولینگ. از یک سو بیضه های مردان امروزی کوچکتر از بیضه های شامپانزه ها و بونوبو هاست، اما از سوی دیگر از نظر بزرگی قابل مقایسه با گوریل های چند همسر و گیبون های تک همسر نیست و هر یک از بیضه های انسان حدوداً نیم اونس یعنی 14 گرم وزن دارد. اگر جواهر فروش باشید می دانید که این یعنی 80 عیار. به این ترتیب هر دو سوی این جدال داغ می توانند شواهدی برای دیدگاه خود ارائه کنند. تنها با اعلام اینکه بیضه های انسان نسبت به کدام نخستی کوچکتر یا بزرگتر است. اما صحبت از اندازه بیضه شبیه به صحبت از سایز کفش نیست. این استدلال که اگر ما از نظر جنسی آزاد و غیر انحصاری تکامل یافته بودیم، آنگاه بیضه مردان امروزی می باید به اندازه شامپانزه می بود، بر این فرض بنیادی و اشتباه بنا شده است که اندازه بیضه های انسان طی 10,000 سال اخیر ثابت مانده است. وقتی استفان جی گولد نوشت طی 40,000 تا 50,000 سال اخیر هیچ تغییر زیستی در انسان رخ نداده است، او بر داده هایی تکیه کرده بود که تا زمان مرگش در سال 2002 به دست آمده بود. این دیدگاه همچنان به طور گسترده ای شایع است و از این باور دیرپا ناشی می شود که فرایند تکامل با آهنگی به شدت آهسته صورت می پذیرد و وقوع تغییرات اساسی مستلزم طی شدن هزاران نسل است. گاهی همینطور است، اما گاهی نیز چنین نیست. در کتاب انفجار سال 10,000 گریگوری کوچران و هنری هاپندینگ نشان می‌دهند که بدن انسان قادر است میزبان تغییرات تکاملی بسیار سریع باشد. انسان‌ها طی تاریخ ثبت شده هم در ذهن و هم در بدن به طرز اساسی تغییر کردند.
آنها می نویسند مقاومت در برابر مالاریا رنگ چشم آبی و تحمل لاکتوز نمونه هایی از تغییرات شتابناک تکاملی است که از زمان آغاز دوره کشاورزی دامپروری در بدن انسان رخ داده است. اما مثالی که آنها در کتابشان به آن اشاره نکرده اند، اما ممکن است در ویرایش های بعدی کتابشان به آن اشاره کنند، اندازه بیزه است. اندازه بیزه تقریبا در یک چشم برهم زدن می تواند تغییر کند، خواه این چشم آبی باشد یا نباشد. در برخی گونه های لمور، نخستی های کوچک شب بیدار حجم بیزه به طور فصلی تغییر می کند. به این شکل که در فصل زاد آوری بزرگ می شود و در فصل های دیگر دوباره کوچک می شود. درست مثل یک توپ والیبال که سوراخ کوچکی دارد و به آرامی بادش خالی می شود. بافت بیضوی در انسان ها، شامپانزه ها و بونوبوها، اما جالب است که در گوریل ها اینطور نیست، توسط DNA کنترل می شود و DNA معمولاً به سرعت به تغییرات محیطی واکنش نشان می دهد. سه متخصص ژنتیک به نام های جرالد ویکوف، هرنگی وانگ و چانگ آی وو در مجله نیچر اعلام می کنند تکامل سریع ژن‌های تولید مثلی نر در نسل منتهی به انسان و شامپانزه کاملا برجسته است. آنها همچنین یادآور می شوند که واکنش سریع این ژن‌ها می تواند به طور قابل توجهی با تغییرات رخ داده در الگوهای جفتگیری مرتبط باشد. این موضوع با بررسی رفتارهای اجتماعی جنسی میمونهای انسان ریخت آفریقایی جذاب تر می شود. در حالی که شامپانزه ها و بونوبوهای امروزی به طرز واضحی از نظر جنسی آزاد و بی انحصار هستند و از فرصتهای فراوان برای بارور شدن توسط چند نر برخوردارند، گوریلهای ماده‌ای که در دوره تخمک گذاری قرار دارند به احتمال بسیار کمتری توسط چند نر باردار می شوند. لحظه ای به این موضوع دقت کنید. در انسان ها، شامپانزه ها و بونوبوها، اما نه گوریل ها، ما شاهد تکامل سریع ژن های مربوط به تولید اسپرم و مایع منی هستیم. یعنی عاملی که با آمیزش های چند نفره مرتبط است. به همین شکل ژن‌هایی که با رشد بیضه در انسان، شامپانزه و بونوبو مرتبط هستند، شدیداً نسبت به فشارهای سازشی واکنشی عمل می کنند و بسیار متفاوت از همین ژن‌ها در گوریل ها هستند. یعنی گونه‌ای که جنس ماده آن غالباً تنها با یک نر آمیزش می کند. از آنجایی که بیزه ها به طور کلی از بافتی نرم ساخته شده اند، از خود هیچ نشانی در فسیل ها باقی نمی گذارند. بنابراین در حالی که مدافعان روایت مرسوم می پندارند که حجم بیزه انسان برای هزاران سال بدون تغییر باقی مانده است، امروز واضح است که این فرض می تواند اشتباه باشد. ویکوف و وانگ و وو، پیشبینی راجر شورت، زیست شناس که در سال 1979 صورت گرفته بود را تایید می کنند و می نویسند اندازه بیزه می تواند نسبت به فشارهای انتخابی سریعاً واکنش نشان دهد. یکی از شدیدترین اشکال انتخاب در نظامهای جفتی آزاد و غیر انحصاری به چشم می خورد. جفری میلر با این موضوع موافق است و می نویسد تفاوت‌های وراثتی در کیفیت اسپرم و تجهیزات انتقال اسپرم تحت فشار شدید انتخاب قرار دارند. سرانجام زیست شناس تکاملی لین مارگولیس و همکارش دوریان ساگان استدلال می کنند که این اندام‌های جنسی پربازده به همراه میزان فراوانی قدرت شلیک اسپرمی تنها زمانی میتوانسته ارزشمند باشد که نوعی رقابت یا چالش در جریان باشد.
در غیر این صورت به نوعی اضافی به نظر می رسد. اندام‌های جنسی پربازده، قدرت شلیک اسپرمی. حال این اصطلاحات را توضیح می دهیم. معنای قدرت شلیک اسپرمی در تفاوت موجود بین پرتاب اولین و آخرین قطره انزالی مرد قابل مشاهده است. انزال انسان مذکر غالباً شامل 3 تا 9 پرتاب است. محققانی که تا اندازه‌ای به بررسی انزال‌ها پرداخته‌اند دریافتند که اولین قطرات پرتابی حاوی مواد شیمیایی است که از اسپرم‌ها در مقابل انواع مختلفی از حملات شیمیایی محافظت می‌کنند. این مواد شیمیایی غیر از محافظت از اسپرم‌ها در برابر لکوسیت‌ها و آنتیژن‌هایی که در مجرای تولید مثلی زن وجود دارد و در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، از اسپرم‌ها در مقابل مواد شیمیایی موجود در آخرین پرتاب‌های انزال سایر مردان نیز محافظت می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، پرتاب نهایی حاوی ماده‌ای اسپرم کش است که پیشروی هر گونه مایعی را که پس از آن وارد می‌شود کند می‌سازد. به زبان دیگر، به نظر می‌رسد که اسپرم‌های در حال رقابت مردان ساختار شیمیایی منی یکدیگر را پیش بینی می‌کند. هم ساختار پرتاب‌های ابتدایی یا محافظتی و هم پرتاب‌های انتهایی یا تهاجمی. طی دهه‌های گذشته، اهمیت رقابت اسپرمی در کنفرانس‌های علمی و ژورنال‌های دانشگاهی محل بحث بوده است. گویی که این کشف جدیدی است، اما چند قرن پیش از میلاد، ارسطو و اصحابش یادآور شده بودند که اگر یک سگ ماده طی یک دوره باروری با 2 سگ نر جفتگیری کند، میتواند مجموعه ای از فرزندان تولید کند که متعلق به 1 یا هر 2 پدر باشند. به داستان هراکلس و ایفیکلس هم دقت کنید. شب قبل از ازدواج آمفیتریون با آلکمن، زئوس خود را به شکل آمفیتریون درآورد و با دوشیزه همخوابه شد. شب بعد آمفیتریون ازدواجش را با آلکمن انجام داد. نتیجه آنکه آلکمن 1 دوقلو به دنیا آورد، ایفیکلس که پدرش آمفیتریون بود و هراکلس که پدرش زئوس بود. واضح است که یونانیان باستان اطلاع مختصری از رقابت اسپرمی داشتند. این اواخر نیز چندین محقق نشان دادند که میزان تولید اسپرم یک مرد به وقت آمیزش با شریکش، زمانی که او شریکش را برای چند روز ندیده باشد، به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. و این موضوع فارغ از آن است که طی دوران غیبت مرد مذکور انزال داشته است یا نه. این یافته با این دیدگاه که رقابت اسپرمی در تکامل انسان نقش ایفا کرده است مطابقت دارد و حتی میتواند نشان دهنده نوعی سازگاری با تک همسری باشد. در این سناریو متاسفانه یادم نمی آید در آن کنفرانس لعنتی در اورلاندو چه چیزی منجر به آن می شد که بدن یک مرد برای افزایش احتمال باربرسازی تخمک زن وقتی آن زن به خانه می رسد اسپرم بیشتری تولید کند، تا حتی اگر بدترین ترس های آن مرد و شاید داغترین خیال پردازی هایش درست باشند، او از نظر ژنتیکی بازنده نباشد. در همین راستا زنان نیز گزارش کردند که در این مواقع، یعنی پس از جدایی یا زمانی که آن مرد احتمال خیانت همسرش را می دهد، شریکشان در تخت خواب پرشورتر است و حین آمیزش عمیق‌تر و جدی‌تر تلمبه می زند. زیرنویس: تراستینگ، همانطور که در ادامه متن خواهید دید، استفاده از واژه تلمبه زدن چندان بیراه نیست. ادامه: ظاهراً این امکان که مردان می توانند واقعاً با فکر کردن
به خیانت احتمالی جفتشان از نظر جنسی برانگیخته شوند تا به امروز راه خود را به بحث‌ها باز نکرده است. با این حال به بحث پایین راجع به پرنونگاری توجه کنید. نتایج رسوایی آور مفهوم رقابت اسپرمی مستقیماً به مسائل جنسی زنان و دیدگاهی که زنان را موجوداتی از نظر جنسی عفیف و نجیب در نظر می گیرد نیز رخ نمی کند. این نوع نگاه مقدس مآبانه به زنان چیزی است که داروین در بین افکار عمومی ایجاد کرد و مشخصه اش زنی عفیف و خجالتی است که تنها خود را در اختیار مردی می گذارد که ارزشمندیش را برای او ثابت کرده و او با دقت آن مرد را انتخاب کرده است. و حتی پس از آن نیز آن زن این کار را تنها برای میهنش انجام می‌دهد. همین نگاه را در سخنان دونالد سیمونز وحشت زده نیز می‌توان مشاهده کرد. زنی که از نظر جنسی سیری ناپذیر است، نه مطلقاً اما پیش از هر کجا در ایدئولوژی فمینیسم یافت می‌شود. امید پسران و هراس مردان. ممکن است چنین باشد، اما ماروین هریس نقطه نظر دیگری دارد و می نویسد همانند تمامی گروه های مسلط و غالب، مردان به دنبال آنند که تصویری از سرشت گروه فرودستشان اشاره دهند که در خدمت تثبیت و حفظ موقعیت کنونی خودشان عمل کند. برای چندین هزار سال مردان زنان را نه آنطور که زنان می توانستند باشند، بلکه آنطور که خودشان می‌خواستند نگریستند. از تمامی این مجادلات که بگذاریم، در مورد وقوع رقابت اسپرمی در جریان تولید مثل انسان هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. در واقع این موضوع در هر بار آمیزش اتفاق می‌افتد. یک انزال انسان مذکر حاوی چیزی بین 50 تا 500 میلیون متقاضی است که همگی سعی در گشودن راهشان به سمت تنها شغل موجود دارند. بارورسازی رئیس. سؤال مربوطه این است که آیا این متقاضیان تنها در حال رقابت با یکدیگرند یا اینکه با میلیون ها متقاضی مشتاق ارسالی توسط مردان دیگر نیز در رقابتند؟ تصور وجود موجودی رقابتی تر از اسپرم انسان دشوار است. تیمی از ماهی‌های قزل‌آلای میکروسکوپی را تصور کنید که کل وجودشان تشکیل شده از تلاش و تقلا برای جلو رفتن و تصاحب تنها فرصت تولید مثل در میان چند صد میلیون رقیب. ممکن است بگویید احتمالش تقریباً صفر است، اما موضوع از این قرار است که اسپرم‌های همه گونه‌ها با چنین احتمال اندک و جانفرسایی روبرو نیستند. برای مثال، در برخی گونه‌های حشرات کمتر از 100 اسپرم برای رسیدن به تخمک با یکدیگر مسابقه می‌دهند. همینطور اندازه‌های اسپرم‌ها همواره در مقایسه با فردی که آنها را فرستاده اینقدر کوچک نیستند. مثلا در برخی گونه‌های مگس میوه اندازه اسپرم هنگامی که از هم باز می شود حدوداً 6 سانتی متر است، یعنی چندین برابر بزرگتر از خود مگس. انسان از این نظر در آن سوی طیف قرار دارد و صدها میلیون اسپرم کوچک را به طور همزمان حمل می کند. توضیحات جدول 4. تفاوت معناداری بین شامپانزه و بونوبوها در این حوزه ها وجود ندارد. 2. در میان میمون‌های انسان ریخت، کلاهک و تاج لبه‌دار منحصر به انسان است. آمیزش گروهی در عهد سنگ. شاید در این قسمت مجبور شوید کمی سرتان را بخارانید. به نظرتان چرا در فیلم‌های پورن آن همه مرد دگر جنس خواه به شکل گروهی با تنها یک زن آمیزش جنسی می‌کنند؟ نترسید، اگر به آن فکر کنید تعداد این مردان بیشتر نمی شود. محققان صرفاً چیزی را تأیید کردند که سازندگان فیلم های پورن از مدت ها قبل می دانستند.
مردان با تصاویری که محیطی را شبیه سازی می کند که در آن رقابت اسپرمی به طور آشکار در جریان است، از نظر جنسی برانگیخته می شوند. هرچند شماره اندکی از ما در قالب این اصطلاحات فنی به این موضوع فکر می کنیم. در اینترنت و صنعت پورن، تصاویر و ویدئوهایی که یک زن را با چند مرد نشان می دهد، بسیار بیش از آنهایی که یک مرد را با چندین زن به تصویر می کشد طرفدار دارد. یک گشت و گذار سریع در داده های آنلاین در دنیای ویدئوی بزرگسالان نشان از وجود بیش از 900 عنوان ژانر گنگ بنگ دارد و در مقابل تنها حاوی 27 عنوان تحت ژانر گنگ بنگ معکوس است. زیرنویس: گنگ بنگ موقعیتی که در آن یک فرد با افراد زیادی از جنس مخالف به نوبت به آمیزش جنسی می پردازد. ادامه: شما از اعداد و ارقام سر در می آورید. چرا نرهای متعلق به گونه ای که به گفته برخی برای 1.9 میلیون سال لباس تک همسری به تن داشته است، باید توسط صحنه هایی از آمیزش گروهی از مردان با یک یا دو زن از نظر جنسی برانگیخته شوند؟ شکاکان ممکن است استدلال کنند که علاقه به این ژانر می تواند تنها بیانگر علایق تجاری یا یک مد گذرا باشد. بسیار خوب، اما این شواهد تجربی را چطور توضیح می دهید که نشان می دهد مردانی که به تصاویر مربوط به رقابت اسپرمی دو مرد با یک زن نگاه می کنند، در مقایسه با مردانی که به تصاویری نگاه می کنند که تنها 3 زن در آن حضور دارند، انزالشان حاوی درصد بیشتری اسپرم جنبنده است؟ و چرا خیانت زن متأهل همواره در بالاترین یا نزدیک به بالاترین درجه تخیلات جنسی مردان متأهل قرار دارد؟ از پژوهش‌های آلفرد کینزی گرفته تا دان سویج. تا آنجا که می‌دانیم، هیچ زائقه مشابهی در میان زنان برای ترجیح مضامین شهوانی که در آنها چند زن میان سال فربه با تتوهای زننده، موهای بد آرایش شده و جوراب‌های مشکی با یک مرد جذاب و حشری آمیزش کنند وجود ندارد. به این موضوع فکر کنید. آیا این اشتهای مردان برای صحنه‌های چند نره می‌تواند بازتابی از پورن‌ها، آمیزش‌های گروهی دوران پلیستوسن باشد؟ در ذهنتان طیفی متنوع از جوامعی را که پیشتر بررسی کردیم و در آنها زنان تیم‌هایی از مردان شکارچی را با عرضه آمیزش‌های متوالی یاری و ترغیب می‌کردند در نظر داشته باشید. همین حرکات پرجنب و جوش و پویا را می‌توان هر یک شنبه با گروه‌هایی از زنان منگوله به دست در چمن مصنوعی، کوتاه‌ترین شلوارک‌ها و نمایش گروهی زنان جوان با پاهای سکسی به چشم دید. اگرچه تبیین‌های دیگری نیز برای این جنبه‌های نامتعارف و عجیب زندگی معاصر ممکن است، اما این جنبه‌ها قطعاً با دوران ما قبل تاریخ که بین نرها رقابت اسپرمی در جریان بوده است، به خوبی مطابقت دارند. کار درستی می‌کنیم که آزادی بی حد و حصر و نافرمانی این عضو را یادآور می‌شویم. عضوی که بسیار بی موقع در زمانی که ما نمی خواهیم خود را به جلو می کشد و بسیار بی موقع وقتی که بیش از هر زمان دیگر به آن احتیاج داریم ما را ناامید می کند. این عضو بر سر دستیابی به اقتدار به شکلی متکبرانه با اراده ما رقابت می کند و لجوجانه و مغرورانه همه تحریکات انجام شده توسط ما را رد می کند. هم تحریکات ذهنی و هم دستی ما را. میشل مونتین در باب آلت مذکر، احتمالاً آلت خودش. حواستان با خندیدن پرت نشود. انسان مذکر اندام جنسیش را بسیار جدی میگیرد.
در روم باستان پسران ثروتمند از یک بولا استفاده می کردند. یک قوطی کوچک که در آن یک نسخه المثنی از یک آلت راست شده قرار داشت. این آلت مینیاتوری که در این قوطی قرار داشت اصطلاحاً به عنوان فاسینوم نامیده می شد. تصویر صفحه بعد و نشان از تعلق جوان مذکور به طبقات بالای اجتماع داشت. در همین راستا در کتاب یک ذهن برای خودش دیوید فریدمن در مورد تاریخ جالب توجه و آموزنده ی آلت نر می نویسد امروز 1500 سال پس از فروپاشی امپراتوری روم برای توصیف هر چیزی به قدرتمندی یا برانگیزانندگی یک نعوز از واژه فاسینیتینگ بسیار شبیه به فاسینوم به معنای هیجان انگیز و با شکوه استفاده می شود. با کمی به عقب برگشتن بیشتر در میابیم که در کتاب‌های مقدس تورات و خروج فرزندان جاکوب از ران او جوانه می‌زنند. اکثر مورخان موافقند که ران عملاً یک راه مؤدبانه برای اشاره به چیزی است که بین ران‌های یک مرد قرار دارد. فریدمن می نویسد به نظر واضح می رسد که بین یهودیان قسم خوردن مقدس از طریق دست گذاشتن بر روی عضو نر صورت می گرفته است. بنابراین دست کم به گفته فریدمن عمل قسم خوردن بر روی بیضه فرد هنوز هم احتمالاً در واژه تستیفای به معنای شهادت دادن یا در زبان فارسی در اصطلاح به مردانگی قسم به حیات خود ادامه می دهد. از این مسائل عجیب و غریب تاریخی که بگذاریم برخی استدلال می کنند که متوسط بودن اندازه بیضه انسان و کمتر بودن تعداد اسپرم انسان در مقایسه با شامپانزه و بونوبو وجود هر گونه رقابت اسپرمی قابل ذکر در جریان تکامل انسان را منتفی می سازد. بله، این درست است که میزان اسپرم انسان 60 تا 10 به توان 6 در 235 در هر میلی لیتر است. در مقایسه با رقم تأمل برانگیز 10 به توان 6 در 548 در شامپانزه ها، اما رقابت اسپرمی تنها به یک موضوع محدود نمی شود. برای مثال در برخی از گونه ها مایع منی طوری است که یک در پوش تناسلی تشکیل می دهد و به این طریق مانع ورود هر گونه اسپرم متعاقب به کانال سرویکال یا رحمی می شود. جالب است که گونه هایی که درگیر این نوع رقابت اسپرمی هستند نظیر مارها، جوندگان، برخی حشرات، کانگروها عموماً دارای آلت‌هایی با کلاهک‌های بالا آمده یا انحنامانند در انتها هستند که کارکردش بیرون کشیدن هر گونه در پوش ساخته شده توسط نر قبلی در دهانه رحم است. هرچند دست کم یک تیم از محققان داده‌هایی ارائه کردند که نشان می‌دهد مردانی که به طور مکرر آمیزش می‌کنند منیعی تولید می‌کنند که برای مدت طولانی تری به حالت ژله‌ای و دلمه‌ای باقی می‌ماند، اما به نظر نمی‌رسد دستگاه جنسی انسان مجهز به این درپوش‌های تناسلی باشد. با این حال اگرچه آلت نر در انسان انحنای تحتانی ندارد، اما پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. آلن دیکسون متخصص مسائل جنسی نخستی‌ها می‌نویسد در نخستی‌های نظیر گیبون‌ها که در گروه‌های خانوادگی شامل یک زوج بزرگسال به علاوه فرزندان زندگی می‌کنند، معمولاً نر دارای آلتی کوچک و نسبتاً تخصص نیافته است. اما در گونه ای مثل انسان موضوع کاملاً برعکس است و آلت نر در انسان نه کوچک است و نه تخصص نیافته. زیست شناس تولید مثل راجر شورت فامیل واقعی اوست می نویسد
بزرگ بودن آلت راست شده نر در انسان در تقابل شدید با آلت میمونهای انسان ریخت بزرگ قرار دارد و این پرسش را برمی انگیزد که چه قواعد تکاملی خاصی در کار بوده است؟ اینجاست که جفری میلر جلو می آید و می گوید در بین تمامی نخستی های موجود انسان مذکر بالغ دارای درازترین، کلفت‌ترین و انعطاف‌پذیرترین آلت نرینه است. هوموساپینس، میمون انسان ریخت بزرگ با آلتی بزرگ. انحنای غیرعادی کلاهک آلت نر در انسان باعث ایجاد یک تاج لبه‌دار برای آلت می شود که این ساختار ویژه همراه با تلمبه‌های پرفشار مکرری که در آمیزش جنسی نر انسان به چشم می‌خورد بین 500 تا 1000 ضربه در یک آمیزش عاشقانه باعث ایجاد خلأ در مجرای تولید مثلی ماده می‌شود. این شرایط خلأ اسپرم‌های احتمالی موجود از نر قبلی را از طرف تخمک بیرون می‌کشد و به این شکل به اسپرم خود مرد کمک می کند تا به محل عملیات فرستاده شود. اما آیا این حرکت ایجاد کننده ی خلأ باعث نمی شود که اسپرم خود آن مرد نیز بیرون کشیده شود؟ نه. زیرا در لحظه انزال پیش از آنکه آلت حالت متورم یا سفت خود را در بخش ساقه از دست بدهد، سر آلت کوچک می شود و به این شکل عمل مکش را که می تواند فرزندان خود مرد را از مجرای زن بیرون بکشد خونسا می کند. چه هوشمندانه. محققان شجاع و بی ترس توانستند در شرایط آزمایشگاهی این فرایند را که به جابجایی منی معروف است نشان دهند. در این آزمایش آنها به جای منی از منی مصنوعی که از مایع سفید رنگ درون دانه های بلال ذرت به دست می آید استفاده کردند. از همین مایع برای شبیه سازی انزال های اغراق‌آمیز در بسیاری از فیلم های پورن استفاده می شود. پروفسور گوردون جی گالوب و تیمش با استفاده از واژن های لاستیکی و آلت نرینه مصنوعی نشان داده اند که تنها با یک تلمبه آلت مصنوعی بیش از 90% از مخلوط منی مانند خارج می شود. گالوب در مصاحبه با خبر آنلاین بی بی سی این موضوع را چنین توضیح می دهد. نظریه ما این است که در نتیجه وجود رقابت برای پدر بودن، در نرهای انسان آلتهای مجهز و منحصر به فرد تکامل یافته است که قادر به خارج کردن منی باقی مانده از سایر نرها در واژن ماده است. ارزش دارد که یک بار دیگر تکرار کنیم که آلت نر در انسان درازترین و کلفت‌ترین آلت در بین تمامی نخستی هاست، هم با معیار مطلق و هم با معیار نسبی. و علی‌رغم تلمبه‌های سنگینی که نر انسان می‌زند، مدت آمیزشش با اختلاف بسیار فاحشی طولانی‌تر از بونوبوها 15 ثانیه، شامپانزه‌ها 7 ثانیه یا گوریل‌ها 60 ثانیه است. نر انسان به طور میانگین بین 4 تا 7 دقیقه دوام می‌آورد. این در حالی است که آلت نر در شامپانزه یک عضو باریک و مخروطی شکل است و در آن چیزی شبیه به کلاهک لبه‌دار موجود در آلت نر انسان نیست. به همین شکل در آمیزش شامپانزه ها و بونوبوها تلمبه زدن های مداوم نیست، شایع نیست. خودمانیم، اصولاً در 7 ثانیه چه کاری را میتوان به طور مداوم انجام داد؟ به این ترتیب، اگرچه نزدیکترین میمون های انسان ریخت خیشاوند ما، از نظر اندازه بیزه از ما پیشی گرفتند، اما از نظر اندازه آلت جنسی، مدت زمان آمیزش و طراحی تخصصی آلت در مقایسه با انسان حرفی برای گفتن ندارند. علاوه بر این، حجم میانگین منی در یک انزال انسان حدوداً 4 برابر بیشتر از شامپانزه است که با در نظر گرفتن این موضوع
تعداد سلول‌های اسپرم انسان مذکر در هر انزال در حدود شامپانزه قرار می‌گیرد. به این پرسش برگردیم که آیا اندازه کیسه بیضه انسان در نیمه خالی است یا نیمه پر؟ بیرون بودن کیسه بیضه از بدن در گونه انسان از وجود رقابت اسپرمی در جریان تکامل انسان خبر می‌دهد. گوریل ها و گیبون ها به مانند اکثر پستاندارانی که دارای رقابت اسپرمی نیستند، عموماً مجهز به این بخش نیستند. کیسه بیضه شبیه به یک یخچال یدکی در یک گاراژ است که تنها برای سرد نگاه داشتن آبجو قرار داده شده است. داشتن چنین یخچالی نشان می‌دهد که احتمالاً شما از آن نوع افرادی هستید که هر لحظه احتمال می‌دهد برایش یک مهمانی جور شود. پس می‌خواهید که برای این موضوع آماده باشید. کیسه بیضه نیز کارکرد مشابهی دارد. این عضو از طریق چند درجه خنک‌تر نگه داشتن بیضه‌ها در مقایسه با زمانی که داخل بدن باشند، به اسپرم‌ها امکان تجمع و زنده ماندن به مدتی طولانی تر می‌دهد تا چنانچه نیاز بود اسپرم کافی در دسترس باشد. هر کس که تا به حال از این نوع یخچال‌ها تهیه کرده باشد می‌تواند به شما بگوید که این تنظیمات بالقوه پرهزینه است. در مورد کیسه بیضه نیز همینطور است. قرار گرفتن بیضه در بیرون از بدن احتمال آسیب پذیری آن را افزایش می‌دهد و این طراحی در مقایسه با زمانی که بیضه ها به شکلی امن درون بدن قرار دارند، عملاً نوعی دعوت به آسیب یا تصادف است. این موضوعی است واضح و به سختی بتوان در مورد اهمیت آن اقرار کرد. با در نظر گرفتن منطق خشکی که تحلیل‌های هزینه فایده‌ای تکاملی دارد، ما می‌توانیم تقریباً مطمئن باشیم که این سازگاری قرار گرفتن بیضه در بیرون از بدن بدون دلیل نمی‌تواند باشد. اگر کاری برای انجام دادن نیست، دلیل حمل جعبه ابزار چیست؟ شواهد و مدارک قانع کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد در دوران اخیر در نر انسان میزان تولید اسپرم و همینطور حجم بیضه به طور قابل توجهی کاهش یافته است. محققان از کاهش نگران کننده در تعداد میانگین اسپرم و همینطور کاهش قدرت اسپرم‌هایی که زنده می‌مانند خبر می‌دهند. یک پژوهش نشان داده است که تعداد میانگین اسپرم در مردان دانمارکی از 10 به توان 6 در 113 در سال 1940 به نصف این رقم در سال 1990 یعنی 10 به توان 6 در 66 رسیده است. لیست علل بالقوه این سقوط بلند بالا است. از مصرف مواد استروژن مانند در محصولاتی نظیر سویا و شیر گاوهای آبستن گرفته تا آفتکش‌ها، کودهای شیمیایی، استفاده از هورمون رشد در گله‌های دام و مواد شیمیایی به کار رفته در محصولات پلاستیکی. پژوهشی که اخیراً انجام شده نشان می‌دهد که داروی پارکستین که یک داروی ضد افسردگی وسیعاً تجویز شده است و تحت عناوین نظیر سروکسات یا پاکسیل فروخته می‌شود می‌تواند به دی ان ای سلول‌های اسپرم آسیب برساند. یک پژوهش بر روی وضعیت تولید مثلی انسان در دانشگاه روچستر نشان می‌دهد مردانی که مادرشان حین آبستنی بیش از 7 بار در هفته گوشت قرمز مصرف می‌کرده است، 3 برابر بیشتر از دیگران احتمال دارد در دسته کم بارور قرار داشته باشند. منظور از کم بارور وجود کمتر از 20 میلیون اسپرم در هر میلی لیتر از منی فرد است. در میان پسران این مادران گوشت قرمزخوار میزان کم باروری 17.7% بود، در حالی که در میان مردانی که مادرشان کمتر از این مقدار گوشت قرمز مصرف کرده بود میزان کم باروری 5.8
0.7% بود. به نظر می رسد که در نر انسان بافت تولید کننده اسپرم بسیار بیشتر از مقداری است که مورد نیاز هر نخستی تک همسر یا چند همسر است. مثلا بد نیست بدانید که امروزه نر انسان در هر گرم از بافت تولید کننده اسپرمش تنها حدود 1/3 تا 1/8 از میزان اسپرمی که در هر گرم از همین بافت در 8 پستاندار دیگر مورد آزمایش تولید می شود را تولید می کند. محققان وجود این ظرفیت مازاد را در مورد سایر جنبه های اسپرم انسان و فیزیولوژی تولید منی او نیز نشان دادند. وجود همبستگی بین پایین بودن دفعات انزال و ابتلا به انواع مشکلات سلامتی شاهد دیگری است از اینکه مردان امروزی از تجهیزات تولید مثلیشان به اندازه ظرفیت بالقوه این بخش ها استفاده نمی کنند. برای نمونه یک تیم از پژوهشگران استرالیایی دریافتند مردانی که بین سالهای 20 تا 50 از عمرشان بیش از 5 بار در هفته انزال را تجربه می کنند 1/3 کمتر از دیگران در سالهای بعدی زندگی دچار سرطان پروستات می شوند. غالباً در منی علاوه بر فروکتوز، پتاسیم، روی و سایر مؤلفه های بی خطر مقادیر ناچیزی از مواد سرطانزا وجود دارد. از این رو محققان فرض را بر این گرفته اند که کاهش میزان سرطان در این افراد می تواند به علت تخلیه مکرر این مجراها باشد. یک تیم متفاوت از دانشگاه سیدنی در اواخر سال 2007 اعلام کرد که تجربه انزال به طور روزانه به شکل چشمگیری میزان آسیب به دی ان ای سلول‌های اسپرم مردان را کاهش می‌دهد و به این ترتیب میزان زایایی مردان را افزایش می‌دهد. کاملا عکس باور متداول در این باره. پس از آنکه به 42 مرد که دچار اسپرم آسیب خورده بودند آموخته شد تا برای یک هفته به طور روزانه به انزال برسند، تقریبا در همه این افراد در مقایسه با اعضای گروه کنترل که برای 3 روز از رسیدن به انزال منع شده بود آسیب‌های کروموزومی کمتری رخ داد. تجربه ارگاسم های مکرر با عملکرد قلبی بهتر نیز همراه است. یک پژوهش که در دانشگاه بریستول و دانشگاه کوئین بلفاست انجام شده است نشان می دهد. مردانی که 3 یا بیش از 3 بار در هفته به ارگاسم می رسند به احتمال 50% کمتر از دیگران به علت ابتلا به بیماری کرونر قلب می میرند. یا از آن استفاده کن یا از دستش بده. این یک اصل بنیادی در انتخاب طبیعی است. فرایند تکامل با آن منطق حسابگرانه اش به ندرت یک ارگانیسم را برای کاری که صورت نمیگیرد مجهز می کند. اگر سطح مؤثر برای تولید اسپرم و منی همان میزانی بود که برای نیاکانمان اتفاق می افتاد، آنگاه بعید بود که در گونه ما این میزان ظرفیت مازاد تکامل می‌یافت. مردان امروزی دارای پتانسیلی به مراتب بیش از مقداری هستند که به کار می‌گیرند، اما اگر معلوم شود که بیضه‌های مردان امروزی از نظر اندازه صرفاً رد پایی از بیضه‌های انسان‌های اجدادی است، آنگاه دیگر چه می‌توان گفت؟ از آنجا که فرد نازا از خود فرزندان و تباری نمی گذارد، این یک حقیقت پرواضح در نظریه تکاملی است که نازایی نمی تواند به ارث برده شود. اما زایایی پایین چیزی است که می تواند در شرایط معین به نسلهای بعد منتقل شود. همانطور که در بالا بررسی شد، در انسانها، شامپانزه ها و بونوبوها کروموزوم هایی که
با بافت تولید کننده اسپرم مرتبط هستند، به سرعت به فشارهای سازشی واکنش نشان می دهند. بسیار سریع تر از سایر بخش های ژنوم یا کروموزوم های همتا مثلا در گوریل ها. در محیط تولید مثلی که تصویر کردیم و مشخصش تعاملات جنسی مکرر است، ماده ها عموماً حین هر دوره تخمک گذاری با چندین نر آمیزش می کردند. همانطور که ماده های شامپانزه و بونوبو چنین می کنند. بنابراین نامحتمل بوده که مردانی با زایایی نابهنجار یا همان ضعیف بتوانند پدر این کودکان شوند، چرا که اسپرم های ایشان توسط اسپرم های سایر شریک های جنسی آن ماده ها کنار زده می شده است. در چنین محیط هایی ژن های مربوط به تولید اسپرم های سالم و قدرتمند قویاً ترجیح داده می شده اند و در سوی دیگر جهش هایی که منتج به کاهش زایایی نرمی شده از خزانه ژنی حذف می شده است و این همان شرایطی است که هنوز هم در مورد شامپانزه ها و بونوبوها صادق است. حال بیایید پیامدهای ناشی از تحمیل الگوی تک همسری جنسی از جانب فرهنگ را در نظر بگیرید. حتی زمانی که این اجبار تنها بر روی زنان اعمال شود و در عمل نیز غالباً تا همین اواخر چنین بوده است. در یک نظام جفتگیری تک همسر، یعنی جایی که یک زن تنها با یک مرد آمیزش جنسی انجام می دهند، هیچ رقابت اسپرمی بین آن مرد و سایر مردها صورت نمی گیرد. آمیزش جنسی شبیه به انتخابات های سوری در حکومت های دیکتاتوری می شود. تنها یک کاندیدا وجود دارد و همان نیز پیروز می شود. و اهمیتی ندارد اگر رأی اندکی آورده باشد. به این ترتیب در چنین شرایطی حتی برای مردی که در تولید اسپرم با اختلال مواجه است این احتمال وجود دارد تا سرانجام قادر به تولید مثل شود و به این ترتیب پسران و شاید دخترانی تولید کند که با احتمال بالقوه فزاینده برای زایایی ضعیف روبرو هستند. در این شرایط، ژن‌هایی که با کاهش زایایی مرتبط هستند، دیگر از خزانه ژنی خارج نمی‌شوند. آنها در خزانه ژنی منتشر می‌شوند و منجر به کاهش تدریجی در زایایی کلی جنس نر می‌شوند و زوال بافت تولید کننده اسپرم در انسان را عمومیت می‌بخشند. استفاده از عینک در دوران کنونی به بقا و تولید مثل افرادی با مشکلات بینایی کمک کرده است. در حالی که در محیط‌های اجدادی این مشکلات می‌توانست آنها و ژن‌هایشان را محکوم به نابودی کند. به همین شکل، تک همسری جنسی نیز به جهش‌های کاهنده زایایی اجازه داده است تا خود را تکثیر کنند. و عملکرد پیزه را تضعیف کنند، یعنی اتفاقی که هرگز در میان نیاکان غیر تک همسر ما نمیتوانست دوام آورد. تخمین‌های اخیر نشان می‌دهد که امروز در سرتاسر جهان حدوداً از هر 20 مرد یکی دچار اختلالات اسپرمی است و این مشکل تبدیل به شایع‌ترین علت زیرزایایی در میان زوجین شده است. معیار کم باروری ناتوانی در بارورسازی همسر پس از یک سال تلاش در نظر گرفته می شود. تمامی برآوردها خبر از آن می دهد که این مشکل به تدریج در حال بدتر شدن است. دیگر کمتر کسی در یخچال گاراژش آبجو می گذارد. از این رو نوعی فروپاشی در جریان است. اگر مدل ما در مورد وضعیت جنسی انسان در ماقبل تاریخ صحیح باشد، آنگاه شاید بتوان گفت که علاوه بر سموم محیطی و افسودنی‌های غذایی، تک همسری جنسی نیز یک عامل اساسی در بحران ناباروری معاصر است.
شیوع گسترده تک همسری همچنین میتواند توضیح دهد که چرا علارغم گذشته ای از نظر جنسی آزاد و غیر انحصاری ما، بیضه های انسان معاصر کوچکتر از بیضه های شامپانزه و بونوبو هاست. و این موضوع است که به واسطه یه ظرفیت اضافی تولید اسپرم ما در مقایسه با نیاکان ما نیز نشان داده می شود. به واقع تک همسری جنسی می تواند به خودی خود در حال کوچک کردن بیضه های مردان باشد. شاید بتوانیم پایانی بر این جدال اعلام کنیم. جدال بین آنهایی که میگویند بیضه های کوچک انسان از داستانی رمانتیک و پیوندگونه بین دو جنس حکایت میکند که شاید رد آن را بتوان تا آغاز نسب انسان دنبال کرد، و کسانی که عنوان میکنند بیضه های انسان نسبتاً بزرگتر از چیزی است که یک گونه تک همسر باید داشته باشد، و این موضوع نشان دهنده هزاران سال چند همسری خفیف است. واقعیت این است که انسان در مقایسه با سایر نخستی ها دارای بیضه هایی با اندازه متوسط است، با نشانه هایی قوی از اینکه اخیراً کوچک شده است، اما همچنان قادر است انزال هایی حاوی صدها میلیون اسپرم تولید کند. بیضه های نر انسان همراه با آلتی که برای رقابت جنسی تکامل یافته است قویاً نشان می دهند که ماده های اجدادی طی هر چرخه قاعدگی چندین معشوقه را تجربه می کردند. بیضه های انسان معادل با سیب های در حال خشکیدن بر یک درخت پاییزی هستند. این کوچک شدن خبر از روزهای گذشته می دهد. به عنوان راهی برای سنجش این فرضیه، ما باید نشان دهیم که اندازه آلت‌ها و بیضه‌ها در میان گروه‌های نژادی و فرهنگی مختلف متفاوت است. این تفاوت‌ها که به طور نظری علتش تفاوت‌های اساسی و دائمی در شدت رقابت اسپرمی در دوران تاریخی اخیر است، چیزی است که واقعاً وجود دارد. البته اگر جرأت نگاه انداختن به آن را داشته باشیم. از آنجایی که متناسب بودن کاندوم با اندازه آلت نقش بسزایی در کارایی کاندوم است، سازمان بهداشت جهانی برای بخش‌های مختلف جهان کاندوم‌هایی با سایزهای متفاوت پیشنهاد کرده است. کاندوم عرض 49 میلی‌متر برای آسیا، 52 میلیمتر برای آمریکای شمالی و اروپا و 53 میلیمتر برای آفریقا. تمامی کاندوم ها دراستر از چیزی هستند که اکثر مردان به آن نیاز دارند. کاندوم هایی که در چین برای بازار داخلی تولید می شود 49 میلیمتر عرض دارند. طبق پژوهشی که توسط انجمن پژوهش های پزشکی هند انجام شده است، علت حرکت زیاد کاندوم روی آلت و پارگی کاندوم عدم تناسب بین اندازه آلت بسیاری از مردان هندی و استانداردهای بین المللی استفاده شده در ساخت کاندوم است. بر اساس مقاله‌ای که در مجله نیچر چاپ شده است، بیضه های مردان چینی و ژاپنی به طور میانگین کوچکتر از بیضه های مردان نژاد هند و اروپایی است. نویسنده این مقاله نتیجه می‌گیرد که تفاوت‌ها در سایز بدن سهم اندکی در این موضوع دارند. سایر محققان نیز این آمار و ارقام عمومی را تایید کرده‌اند و نشان داده‌اند که وزن میانگین بیضه‌ها برای آسیایی‌ها 24 گرم، برای هند و اروپایی‌ها 29 تا 33 گرم و برای آفریقایی‌ها 50 گرم است. محققان تفاوت‌های بارزی در اندازه بیضه بین نژادهای گوناگون انسان یافتند. حتی پس از کنترل تفاوت‌های سنی بین نمونه‌های آماری، اندازه بیضه دانمارکی‌های بزرگسال بیش از دو برابر همتایان چینیشان است.
این میزان تفاوت بسیار بیش از چیزی است که از روی تفاوت‌های بین نژادها از نظر سایز بدنی پیش بینی می‌شود. در این راستا برآوردهای مختلف نشان می‌دهد که مردان هند و اروپایی روزانه حدوداً 2 برابر مردان چینی اسپرم تولید می‌کنند. 10^6 در 235 تا 185 در مقایسه با 10^6 در 84. خواننده گرامی، ما در حال شنا کردن در بخش‌های خطرناکی از این آب‌ها هستیم. یعنی مبحثی که نشان می‌دهد فرهنگ، محیط و رفتار می‌تواند در آناتومی و آناتومی جنسی منعکس شود. با این وجود هر زیست شناس یا پزشک متبحری می داند که بین نژادهای مختلف از نظر آناتومیک تفاوت وجود دارد. و نباید فراموش کرد که علی‌رغم حساسیت های دهشتناک پیرامون این موضوعات، اتفاقاً در نظر نگرفتن پیشینه نژادی در تشخیص و درمان بیماری ها می تواند اقدامی غیر اخلاقی باشد. هنوز بخشی از مقاومت در برابر پذیرش تأثیر رفتارهای تحریم شده از نظر فرهنگی بر آناتومی جنسی انسان تا حد زیادی ناشی از دشواری یافتن اطلاعات تاریخی موثق در مورد نرخ صحیح بی‌بندوباری جنسی ماده ها است. این دشواری تا حد زیادی به سرشت عاطفی هیجانی اظهار نظر پیرامون این موضوع برمی‌گردد. علاوه بر این، پیش از هر گونه نتیجه‌گیری در مورد رابطه بین تک‌همسری جنسی و آناتومی اندام جنسی، بایستی نقش عوامل غذایی و محیطی را نیز لحاظ کرد. برای مثال، بسیاری از رژیم‌های غذایی آسیایی شامل مقادیر زیادی فراورده‌های سویا است و بسیاری از افراد غربی نیز مقادیر فراوانی گوشت قرمز مصرف می‌کنند و معلوم شده است که هر دوی این مواد سویا و گوشت قرمز باعث کاهش کلی و سریع در حجم بیضه و میزان تولید اسپرم می‌شوند. با در نظر گرفتن سرشت جنجالی این قبیل تحقیقات و پیچیدگی‌های ناشی از سر و کله زدن با این همه متغیر، شاید تعجبی نداشته باشد اگر محققان محدودی جسارت وارد شدن به این حوزه را داشته باشند. شواهد و مدارک به دست آمده از نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد که فعالیت جنسی انسان بسیار فراتر از آنچه برای تولید مثل لازم است صورت می‌گیرد. در حالی که امروز کارکرد اجتماعی آمیزش جنسی اساساً حفظ خانواده هسته‌ای در نظر گرفته می‌شود، واقعیت این است که میزان فعالیت جنسی انسان از تنها راهی که جوامع به منظور ترویج ثبات اجتماعی انرژی‌های جنسی انسان را به سوی آن هدایت و کانالیزه می کنند بسیار فراتر می رود. در گونه انسان برای تولید هر کودک صدها یا هزاران آمیزش صورت می گیرد و این حتی از تعداد آمیزش های شامپانزه ها و بونوبوها به ازای تولید هر بچه هم بیشتر است و بسیار بیشتر از تعداد آمیزش های گوریل ها و گیبون ها برای تولید هر بچه. هنگامی که مدت زمان میانگین برای هر آمیزش نیز اندازه‌گیری می‌شود، در می‌یابیم که مدت زمان خالصی که توسط انسان صرف فعالیت جنسی می‌شود، به آسانی از هر نخستی دیگری بیشتر است. حتی اگر تمامی خیال‌پردازی‌ها، رویاها و خودارضایی‌ها را هم از محاسبه کنار بگذاریم. کوهی از شواهد و مدارک وجود دارد که نشان می‌دهد رقابت اسپرمی نقش بسزایی در تکامل انسان ایفا کرده است. به قول یک محقق،
اگر در فرایند تکامل انسان نبردهای اسپرمی نقش نداشت، مایستی آلتهای جنسی مردان کوچک می بود و مقدار اسپرم بسیار کمتری تولید می کردند. علاوه بر این، نه به تلمب زدن حین آمیزش نیازی بود و نه به هیچ رویا و خیال پردازی جنسی و یا خود ارضایی. به همین شکل می بایستی هر یک از ما تنها به تعداد دفعات محدودی آمیزش در کل زندگیش احساس نیاز می کرد. سکس و جامعه، هنر و ادبیات و در حقیقت کل فرهنگ انسان باید متفاوت از چیزی بود که در حال حاضر هست. می توان به این لیست این نکته را که مردان و زنان باید وزن و قد یکسانی نیز می داشتند اگر تک همسر بودند، یا اینکه مردان احتمالاً باید دو برابر زنان جسه می داشتند اگر چند همسر بودند نیز اضافه کنیم. درست همانطور که در سهره‌های مشهور داروین در جزایر گالاپاگوس برای باز کردن و شکستن مغز میوه‌های متفاوت نوک‌هایی با ساختارهای متفاوت تکامل یافته بود، در گونه‌های نزدیک به یکدیگر نیز برای رقابت اسپرمی غالباً سازوکارهای متفاوتی تکامل می‌یابد. تکامل جنسی شامپانزه و بونوبو مبتنی بر استراتژی انزال‌های مکرر حاوی مقدار اندک اما شدیداً متراکمی از اسپرم است، در حالی که در انسان‌ها استراتژی دیگری تکامل یافته است که چنین مشخصه‌هایی دارد. آلت نر برای بیرون کشیدن اسپرم‌های از پیش موجود در مجرای تناسلی ماده طراحی شده است و این کار از طریق تلمب زدن‌های فراوان و مکرر صورت می‌گیرد. انزال‌های نر انسان کم تعدادتر در مقایسه با شامپانزه‌ها و بونوبوها است، اما در هر بار انزال حاوی مقادیر بیشتری اسپرم است. حجم بیضه و شور جنسی نر انسان بسیار بیشتر از چیزی است که برای آمیزش در قالب تک همسری یا چند همسری به آن نیاز است. در نر انسان کنترل رشد بافت بیضوی در ارتباط با دی ان ای است، یعنی عاملی که به سرعت نسبت به شرایط محیطی واکنش می دهد. این نوع دی ان ای ظاهراً در نخستی های تک همسر یا چند همسر وجود ندارد. در نر انسان تعداد اسپرم تولید شده در هر انزال حتی امروز نیز در محدوده شامپانزه و بونوبو قرار دارد و در نر انسان بیضه ها در کیسه بیضه در بیرون از بدن قرار دارند که جایگاهی خطرناک و آسیب پذیر است و کارکردش به آمیزش هایی از نوع آزاد و غیر انحصاری مربوط است. در زبان اسپانیایی واژه اسپرار می تواند هم به معنی انتظار داشتن باشد و هم به معنای امید داشتن، و این از طریق دقت به موضوع بحث تعیین می شود. بوگوکی می نویسد باستانشناسی تا حد زیادی به واسطه ی چیزهایی که طرز فکر امروزی در محدوده قابل پذیرش برای رفتار بشر می داند محدود و چارچوب بندی می شود. این موضوع در مورد دیدگاه‌های تکاملی نیز صادق است. علی‌رغم پیام‌های واضحی که در بدن و ذائقه هر انسان وجود دارد، شاید بسیاری همچنان نتیجه بگیرند که گونه انسان یک گونه تک همسر است. زیرا این همان چیزی است که آنها انتظارش را دارند و امید دارند تا در انسان مشاهده کنند.